با عرض سلام دوباره به عزیزان، به قسمت دوم برنامه خوش آمدید. از حضور همگی سپاسگزارم. یه سوال دیگه که یکی از عزیزان پرسیده بودن این بود که زندگیشون نظم و اون آگاهی که میخوان نداره و سوالشون بود که از کجا شروع کنن. بهترین نقطه شروع اینه که از مراقبه کردن شروع بکنید، چون این روش شروع خود من بود که از مراقبه کردن شروع کردم. شروع کنید مراقبه کردن روزانه حداقل 20 دقیقه. اگر عادت ندارید 20 دقیقه، شروع کنید از 5 دقیقه. آرام آرام که عادت کردید زمانش رو بیشتر کنید، یا 2 تا 5 دقیقه در روز. ببخشید، معذرت میخوام، من سگ خواهرم رو دارم نگهداری میکنم، یه صدایی شنیده سر صدا میکنه، یه خورده به محیط اینجا عادت نداره، یه ذره سر صدا که میشنوه صدا میکنه. شروع کنید از مراقبه و ذکر گفتن. ذکر گفتن خیلی کمک میکنه برای آرام کردن ذهن، حس آرامش و تربیت ذهن، و اثرش رو خیلی زود میبینید، متوجه میشید. شما همون 2-3 روز که مراقبه بکنید و در طول روز ذکر بگید، آرامشش رو متوجه میشین. چون همه این ذکرهایی که من در کانال پست کردم و راجبش شنیدید قبلا، همشون اثر درمانی داره، به اضافه این که در آرام کردن ذهن، چون دارید یه چیز رو تکرار میکنید، در آرام کردن ذهن خیلی موثرن. شروع کنید از مراقبه و ذکر گفتن. حتی در موقعی که دارید کار خونه انجام میدید، کار دیگه میکنید، میتونید ذکر بگید. این خیلی کمک میکنه. موقعی که احساس میکنید افکارتون پراکنده است، حس خوب ندارید، در امواج خوب نیستید، شروع کنید ذکر گفتن. هر کدوم ذکرهایی که بهتر به دلتون میشینه. من سرشار از عشقم خیلی کمک میکنه به ارتعاش. من خیلی حسش میکنم وقتی که این ذکر رو میگم، دریافت میکنم عشق خدا رو، یا قلب، من قلبم رو میدم به خدا، خدا قلبش رو میده به من. این خیلی پر احساسه این ذکر. همشون اثر درمانی داره و ذهن رو هدایت میکنه، چون همه چیز از ذهن دیگه. شما یه فکر خوب بکنید حست هم خوبه، یه فکر بد بکنی حست هم خوب نیست. پس ذهنی که تغییر بدید حست هم تغییر میکنه. اگه حس خوب ندارید، ذکر بگید، ذهن رو تغییر بدید، و این بهترین شروع هست. حالا میتونید سوالاتتون رو شروع کنید به پرسیدن و من با کمال میل بهتون جواب میدم. از خواب میپرید و بدنت شروع به لرزش میکنه. یه چیزی تو خواب شما رو تحت تاثیر قرار میده. برای این مسئلتون در کلاس پاکسازی فضا شرکت کنید. یه چیزی در خواب دارید تجربه میکنید که آمادگی دیدنش هم ندارید، ولی بعد پاکسازی بشه که این حالت رو در شما ایجاد نکنه. در کلاس پاکسازی فضا شرکت کنید. اون سگی که، البته سگ خود من نبود، سگ مادرم بودن، ایشون تناسخ بعدیش رو ما دیدیم. بعد از اون یه سگی گرفتن که من حس می کردم تناسخ اون سگی. چطور فرشته ها رو ببینیم؟ این یه مقدار آمادگی میخواد و بینش. قلب که باز باشه یه لول بینش به شما میده، یعنی حتی قبل از اینکه چشم بصیرت باز بشه، اگر قلب باز باشه یه لول بینش به شما میده،
چون ما بینشمون لیول های مختلف داره. دیگر این که چشم بصیرتتون رو باز کنید. ولی قبل از من قبل از اینکه چشم بصیرتم بخواد باز باشه، من حضورشون رو حس می کردم و بعد از یه مدتی، چون روزانه من حدود الان 30 ساله، من از موقعی که شروع کردم به مراقبه کردن روزی نیست که مراقبه نکرده باشم. یه چیز خیلی لازمه که مصمم در این مسیر باشید. یه هیچ وقت نگفتم وقت ندارم، حوصله ندارم، حالا مشغله کارم زیاده. من در تمام این 30 سال هر روز مراقبه کردم، هر روز با خالق ارتباط برقرار کردم، هر روز به ذهنم چی فکر میکنم، چی بیان میکنم، چی احساس دارم، چی باید تغییر پیدا کنه توجه دادم. آرام آرام که به این چیزا توجه میدید، یه سری استعدادهاتون تقویت میشه. یک افرادی که با این استعداد داد به دنیا میان، مثلا بچه ها معمولا بینش دارن، فرشته ها رو میتونن ببینن چون قلبشون بازه، سطح ارتعاششون بالاتره. فرشته ها رو یا گاهی اوقات معلم های نوریشون رو یا فرشته های نگهبانشون رو خیلی اوقات میتونن ببینن. یا بعضی اوقات که بچه ها بازی میکنن با یه آدم نامرئی، یکی رو داره بچه میبینه. ولی بعد بینشتون رو با مراقبه و تمرینات یا با شرکت در کلاس های من بینشتون رو تقویت بدید. به کارما ربط داره. اگه میزان کارما زیاد باشه و مخصوصا اگر کارما داشته باشید در زمینه‌ای که از استعدادهای خودتون طوری استفاده کردید که به دیگران زیان رسونده، این کارما تأثیر ایجاد میکنه. چون یه قسمتشون کارماست و اینکه خودتون رو نبخشیدید، کارما درش تأثیر داره. من از رافیل درمان دریافت کردم ولی متاسفانه در آزمایشات پزشکی مشخص نبود. چرا؟ خب بستگی داره ریشه چی بوده. فرشته ها به کارمای شما نمیتونن درمان بدن. به خود فیزیک شما میتونن یه مقدار درمان بدن یا به کل جسم شما میتونن یکم درمان بدن، ولی به کارمای شما دخالت در امور کارما نمیتونن بکنن. حتی معلمای نوری شما نمیتونن برای شما کارما حل کنن، ولی میتونن کمکتون کنن. مثلا روشی که به من کمک میکنن اینه که به من نشون میدن چه چیزی باید حل بشه، ولی خود حلش با منه. یا من ازشون میپرسم ریشه این مشکل چیه؟ چرا این مشکل به وجود اومده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا من این شرایط یا این مسئله رو به خودم جذب کردم؟ میتونن کمکم کنن در ریشه یابی، ولی حل کارماش با خود منه. برای همین روح بزرگ شما بهترین وسیله شما هست، چون روح بزرگتون میتونه ازش میتونید کمک بگیرید برای حل کارما. مسئولیت کارما با خودتونه. حتی در زمینه های جراحی روحی بعد ریشه یابی بکنید، کارماش رو حل کرده باشید، درسایی که قراره یاد گرفته باشید یاد گرفته باشید. یعنی بعد در واجب شرایط باشید تا جراحی روحی هم اتفاق بیفته. یه قسمت هایی مربوط میشه به عشق به خود، که خود اون عشق به خود هم ریشه کارمایی داره، چون ریشه خیلی چیزا عدم عشق به خوده. خب چرا افراد به خودشون عشق ندارن؟ چون خطا کردن در عمرهای قبل و خودشون رو نبخشیدن. یعنی خود عدم عشق به خود ریشه کارمایی داره. از تمرینات تکرار میکنم، خیلی احساس آرامش دارم. ممنون از زحمات شما. مرسی خانم شایسته، شما لطف دارید همیشه به من. چطور میشه از ته دل آدمهایی رو که دل ما رو شکوندن ببخشیم؟ با تغییر دیدگاه.
من خودم یه مسئله‌ای داشتم سال پیش در مورد کسی که در بخشیدنش خیلی مشکل داشتم و ولی میدونستم باید بخشش ایجاد بشه، ولی بخشش هم زورکی نمیشه. نمیتونی خودتو مجبور کنی ببخشی، همونطور که خیلی تجربه کردن. و مدتی روی کارماسوزی و بخشش من وقت گذاشته بودم، ولی متوجه می شدم که بخشش کامل نشده، چون بعضی اوقات هنوز یه مقدار مثلا از دستش ارث می‌خوردم، خونسا نبودم نسبت بهش. این نشون میده که بخشش کامل ایجاد نشده. از معلمای نوری من کمک خواستم برای تغییر دیدگاهی که کمک کنه من این شخص رو ببخشم، و جواب خیلی خوبی که معلمای نوری تو این زمینه به من دادن اینه که کسی که بهش آزار رسوندی نمیتونه به تو عشق بده، و این خیلی دیدگاه منو تغییر داد و متوجه شدم دلیلی که این شخص به من بدی کرده به خاطر اینه که من باش کارما دارم، من بهش بدی کردم و یه مقدار توقع زیادیه که من ازش عشق میخوام، وقتی که من تو عمرای قبل پدرش رو در بودم اذیتش کردم. و این آگاهی به منو متوجه کرد نه تنها این من نیستم که بعد اونو ببخشم، بلکه من باید ازش طلب بخشش بکنم. یعنی کاملا جوم رو تغییر داد دیگه، از اون حالتی که چرا این با من اینجوری کرده در اومدم، متوجه شدم که من بهش بدی کردم. شما اگه بگید یه کسی رو مثلا امروز کتک بزنی، دست و پاشو بشکنی، مالشو بگیری بدزدی، فردا اگه بخوای بری بگی که فردا دوباره ببینیش، اون اخم میکنه، ازت دوری میکنه، به شاید حتی بد و بیرا بگه. خب نمیتونی بیای بگی که ای چرا بیا به من عشق بده، چرا منو دوستم نداری؟ بیا من میخوام دوستت داشته باشم، چرا منو دوستم نداری؟ خب به قدر اینه که تو دیروز زدی کدک، زدی دست پاشو شکستی، پولش هم دزدیدی، کلی ازتش کردی، حالا امروز اومدی میگی که چرا به من عشق نمیدی؟ ولی خب تفاوت در اینه که ما حضور ذهن نداریم، ولی میتونید آگاه بکنید خودتون، میتونید بپرسید چرا این شخص نمیتونه به من عشق بده؟ اگه آمادگی دریافت داشته باشید به شما نشون میدن. یه دلیل که بعضی ها جواب ها رو که تو این زمینه تو ریشه یابی ها میپرسن دریافت نمی کنن به خاطر اینکه آمادگی دیدنش رو ندارن. خیلی باور دارن که در این عمر به شخصیتی که در این عمر دارن خیلی باور دارن، مثل فکر میکنن همیشه همین مدل بودن. براشون قابل باور نیست که تو یکی از عمرهاشون شاید خطاهایی کردن که خودشون باورشون نمیشه، آمادگی دیدنش رو ندارن، برای همه خیلی اوقات دریافت نمی کنن تو ریشه یابی. یه مقدار ظرفیت ذهنی میخواد که خوشبختانه اکثر شاگردای من توی زمینه ظرفیتاشون خوبه، تو ریشه یابی ها چیزای خوبی دریافت میکنن، ظرفیت ذهنیشون خوبه. ولی بالفرض مثلا یه خانمی بود که ایشون بچه دار نمیشد و در مشاوره، بعضی اوقات هم تو یه جلسه این چیزا آشکار نمیشه، گاهی اوقات بعد یه لایه هایی بر درمان بشه، یه لایه هایی رها بشه تا تازه اون شخص آمادگی پیدا کنه برای اون ریشه اصلی. که تو این زمینه یادم نیست اگه ایشون تو اولین مشاوره یا تو دومی سومی مشاوره بود که به این رسیدن، این قسمتش یادم نیست چون مال مدتی پیشه، ولی متوجه شدن که خود صحنه رو دیدن بالواقع که در یکی از عمرهای قبلشون ایشون به بچه ها تجاوز میکرده. برای همین این به خاطر این تازه این قسمتی از کارما بوده، نه کل کارما، این یه قسمتی از کارمایی بوده که مانع بچه دارش شدنش میشده، عمرهای دیگه هم بوده که در این زمینه نقش داشته.
خب مسلما شما اگه در یکی از عمر قبلت هم چی کاری میکنی تو این عمر تاثیر ایجاد میکنه، ولی خب خیلی ها آمادگی دیدن این اطلاعات یا دریافت این اطلاعات رو ممکنه نداشته باشن، و بعد اگر هم دریافت نمیکنن میگن من درخواست دادم دریافت نکردم. معمولا اگه جوابها دریافت نمیشه به خاطر عدم آمادگی خودتون هست، یا به صلاح نیست بدونید یا عدم آمادگی خودتونه. ولی برای هر مسئله ای میتونید ریشه یابی کنید. حالا در این زمینه هم که شما میخواد یکی رو ببخشید، از معلمای نوریتون کمک بگیرید. بگید کمکم کنید تغییر دیدگاهی پیدا کنم که این شخص رو ببخشم. و اینم آگاه باشید اگر این شخص در این عمر به شما عشق نمیده، به خاطر اینه که اذیتش کردی یه جایی. روح حافظه‌شو داره. همونطور که شما یادت دیروز چه کار کردی، روح درون شما یادشه که تو عمر قبلی با من چه کار کردی. مثلا یه خانمی بود میگفتن که بچهشون پدرش رو اصلا نمیخواد ببینه، هر وقت پدرش از سر کار میاد خونه ناراحت میشه، بچه یه 3-4 ساله. گفتم ایشون این شخص رو در عمرهای قبل خیلی اذیت کرده، این بچه هنوز حافظه در این زمینه داره، یادشه که این شخص کی بوده و چه بلایی سرش آورده که الان در این عمر در زمان کودکی نمیخواد این شخص رو ببینه. که البته این دلیلی که رول پدر و فرزند رو بازی کردن برای اینه که اون حس پدر و فرزندی ایجاد بشه و اون حس نزدیک و پدر و فرزند بودن یا مادر و فرزند بودن قلبشون رو باز کنه و کمکشون کنه همدیگر رو ببخشن. ولی اون حافظه اینقدر در این بچه قوی بوده و حضور داشته که کاملا این واکنش رو نشون میده که وقتی پدرش میاد خونه از هر کار ناراحت میشه، میگه چرا اومده خونه، من نمیخوام بیاد خونه. چطور میشه استراب و فکر بد و ناخودآگاه آگاه میاد تو ذهن روز از بین ببرم؟ ذکر گفتن، مراقبه. ذهن احتیاج به تعلیم و تربیت داره. این چیزیه که در کودکی به ما یاد ندادن. خودتون باید ذهنتون رو تعلیم و تربیت بدید توسط مراقبه و ذکر کردن. ریشه کارمایی داره. تو کلاس پاکسازی فضا که شرکت بکنی تو این زمینه کمک میکنه به باز بودن قلب تأثیر داره، یعنی قلب که باز بشه خیلی این حالت برطرف میشه. روی باز شدن قلبتون توجه بذارید. ذکر گفتن در تغییر ذهن خیلی مفیده. از خالق و فرشته هم کمک بگیرید، بگید به من کمک کنید، بلسینگ بدید برای تغییر افکار، تغییر دیدگاه. ولی کلاس پاکسازی فضا کمک میکنه، در این کلاس شرکت کنید. چطور میشه؟ ببخشید. در کنار افراد منفی با انرژی پایین چه کنم؟ اولا اینکه اگر این مدل افراد رو به خودتون جذب میکنید، این پیامی به درون خود شما هست. یعنی شما یک نوع ارتعاش یا یک کارما یه چیزی درونت شما هست که این افراد رو به شما جذب میکنه. هر شخصی، هر جریانی پیامی از درون خودت هست و اکثر افراد با خودشون خیلی صادق نیستن. مثلا خیلی کم پیش میاد یه کسی که خسیسه بگه آره من خسیسم. معمولا میگه خب من مقتصدم، من اسراف دوست ندارم. اعتراف نمی کنه، با خودش صادق نیست که خسیسه. اکثرشون خیلی خیلی به ندرت کسیه که خسیس باشه بگه خب من میدونم خسیسم. فقط من یه نفره دیدم که خودش به آگاه بود به این حالت خودش. اکثرا انکار میکنن، میگه نه من مقتصدم یا اسراف نمیخوام،
ولی بالواقع خسیسه. این در مورد خصوصیت دیگه هم هست. کمتر افرادی هستن که اعتراف بکنن به یه سری از حالتهای خودشون. یعنی به خودمون دروغ میگیم، خودمونم میخوایم ظاهرسازی بکنیم که هم به دیدگاه خودمون اونطوری که میخوایم دیده بشیم، هم به دیدگاه دیگران. قانون جذب اجازه نمیده ما به خودمون دروغ بگیم. درون تو به تو آشکار میکنه به عناوین مختلف. یه مثال خیلی خوب که میتونم براتون بزنم تو این زمینه اینه که من یه چند سالی بود خیلی تجربه میکردم صحنه ای که یه والدین، یه پدر یا مادر دارن با بچهش بدرفتاری میکنن و این خیلی منو آزار میداد، چون من خیلی حس حمایت و حفاظت بر بچه ها دارم، دوست دارم باشون خوش رفتاری بشه و عشق بهشون داده بشه. و من بارها این یه جایی فروشگاه میرم، یه خونه کسی میرم، در صحنه های مختلف من اینو شاهدش میشدم، تجربه میکردم یه مادری یا یه پدری که با بچهش داره بدرفتاری میکنه، مثلا داد سرش داره میزنه یا خیلی داره زور بهش میگه. مثلا یه بار یه خانمی بود قد بلند درشت کرد هیکل، یه بچه کوچولو یه 2 ساله بود، سر این بچه آنچنان داشت داد میزد، گفتم بابا این بچه کوچولو این هیکل تو رو میبینه که زهرش آب میشه دیگه، تازه دادم سرش که میزنی دیگه وا ویلا. و خیلی زیاد این صحنه تکرار میشد بر من و خیلی من آزار میداد، ناراحت میشدم که چرا اینا اینجوری بار بچهشون رفتار میکنن. اینقدر این صحنه که تکرار شد من یه بار کنجکاو شدم، یعنی از تکرار زیادش متوجه شدم این اتفاقی نیست و خوشبختانه چون به خودم یادآوری میکنم که عامل همیشه خودم هستم، به جای اینکه بخوام قضاوت بکنم بگم آدما اینجوریان آدما اونجوریان، مثلا قضاوت کنم و یه سری بد و بیرایی بگم، کنجکاو شدم و ریشه یابی کردم. از معلمای نورین پرسیدم چرا من این صحنه هی بر من تکرار میشه، چرا هی میبینم این صحنه رو به عناوین مختلف در روزمرم. و ریشه این بود که این درون خود منو داره آشکار میکنه، من دردهایی در کودک درونم هست که هنوز حل نشده، رها نشده، چون در کودکی مثلا با من بدرفتاری شده و این درد هنوز درون من هست و به خاطر همین اون چیزی که دلیلی که منو خیلی ناراحت میکنه وقتی این صحنه رو میبینم داره آشکار میکنه درد درون خود من رو. و من یه مدت 1-2 سالی خیلی وقت گذاشتم روی درمان کودک درونم، چون درمان کودک درون زمان میبره. و بعد از حالا دقیق نمیدونم 2 سال فکر کنم تقریبا وقت گذاشتم فقط روی کودک درونم، بعد از این دوره که تغییرات خوبی ایجاد شد در این قسمت صحنه کاملا عوض شد. یعنی الان من تجربه میکنم افرادی که با بچه هاشون خیلی خوب هستن، خیلی مهربان هستن، بچه هاشون رو میبوسن، نوازش میکنن، باشون آروم صحبت میکنن، یعنی کاملا صحنه من تغییر کرد. چرا؟ چون درون من تغییر کرد. حالا برای بعضی این خیلی راحت نیست، این اتفاقا یه سوالیه که خیلی میپرسن، من چطوری آدم های منفی از خودم دور کنم؟ دیگران ارتعاش منو میکشن پایین، دیگران باعث میشن من نتونم مثلا شاد باشم. خب اتفاقی نیست که این آدم ها رو به خود جذب میکنی. چرا من مثلا عشق میدم اما دیگران به من عشق نمیدن؟ این یه سوالیه که زیاد پرسیده میشه، بی دلیل نیست، اتفاقی نیست، یه مسئله درونت هست، اینا دارن درونت آشکار میکنن. منتها باید با خودت صادق باشی و آمادگی دریافت جواب رو داشته باشه که چه چیزی باعث شده که تو این شخص یا این شرایط رو به خودت جذب کنی. همیشه در همه موارد عامل اصلی خودت هستی. حتی موقعی که احساس میکنید بزرگترین ظلم ها به شما شده،
عامل اصلی خودت هستی. میگه یکی مثلا ظلم ظالمه فلان، البته همه در هر شرایطی انتخاب عشق و بخشش دارن، ولی خب خیلی این انتخاب نمی کنن. ولی همیشه عامل اصلی خودت هستی که معمولا کارمای تو هست، ذهن و دیدگاهی که به خودت و دیگران داری و سطح ارتعاشت، احساسی که به خودت و دیگران داری، اینا عامل ها هستن. هر چیزی که نمیپسندید بپرسید چه چیزی درون من این شرایط رو به من جذب کرده. چند بار خواب دیدم شخصی رو اعدام میکنن، یعنی چه؟ این میتونه یکی از ریشه های کارمای شما باشه، بستگی داره اگر ریشه یابی کردید یا نه، ولی میتونه قسمتی از کارمای شما باشه، یعنی ممکنه شما در عمرهای قبلت این کار کردید. من هر جا میرم کار هست. چرا؟ هر جا میروم کار هست. خب میگه خوبه. یعنی براتون کار موجوده. خب میگه خوبه اگه درست متوجه شده باشم. خب ببین، میخواین سگ، این سگ من کام دم 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 خواهد بگی سلام، بگو سلام. های بی بی بوهای، بگو سلام. اسمش هست صوفی. یه اوکی برو. خواب تشییع جنازه به طور مکرر. خب میتونید بپرسید از روح بزرگتون یا معلمه نوری بپرسید چرا این خواب بر شما تکرار میشه. خوابای مکرر معمولا پیامی داره که شما در اصل مطلب رو نگرفتید، پیام رو نگرفتید. ولی از لحاظ سمبولیک به طور سمبولیک کسی که توی خوابه یا مرده معمولا سطح ارتعاش پایینه. حالا کسی که خوابه سطح ارتعاش و حضور ذهنش پایینه، اون کسی که مرده بیشتر سطح ارتعاشش پایینه. مرسی خانم ماهرخ، متشکرم. خواب اردک خیلی بزرگ چیه بعد از درخواست برای درمان خشم؟ تعادل احساسی سمبل خوبیه، یعنی دارید به خودتون تعادل احساسی میدید. به درخواستتون ادامه بدید. با شنیدن صدا آرامش میگیرم. خیلی خوشحالم، مرسی به لطف پروردگار. من انگشتری رو که مدیر بهم داد گم کردم، راهی هست؟ بله، میتونید از فرشته‌های نگهبانتون کمک بگیرید پیداش کنید. بگید از فرشته نگهبانم درخواست میکنم به من کمک کنید این انگشتر رو پیدا کنم، بهتون کمک میکنم. مرسی خانم ماندانا، متشکرم. از معلم‌های نوری میشه درخواست کارمسوزی کرد؟ نه، میتونید ریشه یابی بکنید یا درخواست آگاهی یا درخواست آموزش. شما فقط از روح بزرگ خودتون برای خودتون میتونید درخواست بدید برای کارمسوزی. معلم های نوری فقط میتونن در ریشه یابی به شما کمک کنن، نه در خود کارمسوزی. برادرتون کمر، مشکل کمر داره. اوپس، در قسمت بعدی جواب میدم. 29 دقیقه تموم شد، حضور داشته باشید، برمیگردم.